Баса фармон дей оли куваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф! Тантанаи! Муафиқ рото! Дар як масофаи муайян! Ротаи аввал рост! Дигарон ба рост! Кард! Таваҷҷӯҳ ба рост! Бо қадам! Марш! Тахти созун навои оркестри армин напаси ва зери роҳмалади парчамбардорони ротаи каравули фахрӣ нахуст ба майдон низомиёни ҷавону навраз ё худ шунавандагони лицеи ҳарбӣ ворид шуданд. Доталабон ба лицеи ҳарбӣ дар синни 15 солагӣ шомил шуда, онҳо баъди хатми ин муассисаи миёнаи таълимии ҳарбӣ барои идомаи таҳсил ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ва омӯзишгоҳҳои олии ҳарбии кишварҳои ба мо ҳампаймон фиристода мешаванд. Тарбиятгирандагони лицеи ҳарбӣ ҳамчун афсарони оянда баҳри рушду камоли минбаъдаи қувваҳои мусаллаҳи давлати соҳиб истиқлоламон заминаи устувор мегузоранд. Бо қадамҳои сафӣ дар маркази майдон афсарону сарбозони гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қадам мезананд. Гвардияи миллӣ воҳиди мустақили ҳарбии таъиноти махсус буда, вазифаҳои муҳими давлатиро ба зимма дорад ва дар системаи ягонаи амният ва дифоъ аз кишвар омодагии баланди ҷангиро доро мебошад. Ин сохтори таркибии қувваҳои мусаллаҳ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи январи соли 2004 дар заминаи Горди Президентӣ таъсис ёфтааст. Горди миллӣ – чеҳраи ҳомиёни ватан. Горди миллӣ – қудрати бозувони ватан. Горди миллӣ – посбони сарони ватан. Горди миллӣ – ибрати сафкашони ватан. Бо дили пурзи меҳру вафои ватан, шӯъла борад зи чашмаш сафои ватан.
در درفشش زفر در کدومش هنر او قدم میزند در دفاع وطن در این پراد حربی هیئت شخصی گواردی ملی را بتالیون کراول فخری هیئت فرماندهی افسران جزء و تام های تعینات مخصوص و سربازان قسم و واحد های نظامی آن تشکیل میدهند خدمتچیان حربی گواردی ملی برای پایداری صلح و ثبات در تاجیکستان عزیز کارنمایی های زیاد نشان داده هیئت شخصی آن در حفظ همه مظفریت های استقلال دولتی دائما آماده‌اند و میدان یک گروه سابقه‌داران قوه های مسلح وارد شدند. هنوز از روزهای نخستین کسب نمودن استقلال دولتی سابقه‌داران قوه های مسلح در هیئت ساختارهای قدرتی کشور برای حمایت منفیت های ملی تاجیکستان محبوب خدمت های بی سابقه نمودند و امروز نیز آنها در یک صف با محافظان وطن برای رشد و کمال منبعده ارتش ملی و در راه بلند برداشتن اقتدار مدافعتی کشور قدم های استوار می گذارند. اینک زنان و بانوان قوه های مسلح کشور ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت و ای هم در مرکز میدان قدم می زنند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز زن و مادر تاجیک در برابر محافظ وطن بودن همزمان رادمردان حقیقی را به دنیا آورده آنها را در روحیه آر و ناموس جوانمردی به کمال می‌رسانند. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان به مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داره می‌شود. در ظرف 30 سال استقلال دولتی زنان و بانوان و مادران تاجیک نه تنها در صف قوه های مسلح خدمتی صافدلانه و صادقانه می نمایند بلکه آنها در تمام بخش و ساحه های جامعه امروزه کار و فعالیت نموده مقام و منزلت خاصه را صاحب گردیدند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص سروری غمخوار تاجیکان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زنان و بانوان مملکت را همه جانبه دستگیری می کنند و برای بهداشت وضع اجتماعی و اقتصادی و زیست و زندگانی شایسته آنها در مملکت تمام تدبیرهای ضروری را راه اندازی می نمایند. باعث افتخار و سرفرازی است که زنان و بانوان و مادران تاجیک امروز در قطار مردان بهر بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور رشد و نموی قوه های مسلح و در تعلیم و تربیه سربازان جوان عزمی قوی و رسالتی بی نظیر دارند. قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، کنیم لازم آیدا نثار جان و تن برای حفظ مرز و بوم این وطن. قسم قسم به پرچم و نشان تو، قسم به مغز ریزه های نان تو، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آورم، به نقد جان قسم به او وفا کنیم، وجود خود به هستیش دفاع کنیم.
اینک در میدان افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی قشونهای خشکیگرد قوه‌های مسلح قدم می‌زنند. ریاست قشونهای خشکیگرد در تابعیت وزارت مدافع جمهوری همچون ارگان راهبری کننده این نوع قوه‌های مسلح سال 1997 تأسیس یافت، ولی اکثر قسم‌های نظامی که در هیئت آن فعالیت می‌کنند هنوز از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح بنیاد یافته محک اساسی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل دادند. قشون‌های خشکیگرد از سرشمارترین نوع قوه‌های مسلح به حساب رفته‌اند. 70% شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و در هیئت آن جزء تام‌های پیاده نظام، سواره تیرانداز و نیروهای پرقدرت و معاصر تانکی و آرتیلری فعالیت می‌نمایند. این نیروی از هر لحاظ مسلح و مجهز ارتش ملی با آماده باشی بلند جنگی در حمایت همه دستاوردهای بی‌نظیر استقلال ملی سهمی با سزا دارد و در سمت تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی کشور عزیزمان نقش کلان می‌بازد. سربازم و سربازم، شاهینم و شهبازم، حامی وطن دارم، در حفظ او سربازم. سربازم و سربازم، تنکیست و تیراندازم، پرچم و نشان دارم، با کشور خود نازم. سربازم و سربازم، میری شب و در تازم، مرز و بوم کشور را پیوسته نگه سازم. سربازم و سربازم، یک حامی جان بازم، در حفظ وطن مادر این سر فدا سازم. حالا در میدان افسران و سربازان قشون‌های زود عملی قوه‌های مسلح قدم می‌زنند. قشون‌های زود عمل با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2003 در دایره نوسازی قوه‌های مسلح جمهوری به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان صورت گرفت. به هیئت آن بریگاد حملاور دیسانتی ضربوی، بتالیون صلح‌جویانه، تیراندازان کوهی، حزب‌های نظامی، تعینات مخصوص و یک قطار جزء تام‌های دیگر شامل گشتند. هیئت شخصی قشون‌های زود عمل از روی برنامه تقویت داده شده آمادگی جنگی تعلیم و تربیت داده می‌شوند. قشون‌های زود عمل در هیئت سازمان‌های بانفوذ جامعه جهانی یک قطار عهده‌داری‌های بین‌المللی را دارا بودند. با نیروهای مسلح کشورهای با ما همپیمان پیوسته مشق‌های مشترک وسیع نظامی دایر می‌نمایند و در صورت تهدید همه گونه خطر نیروهای آن برای امنیت تاجیکستان عزیز و نگاه داشتن فضای صلح و ثبات دولت عزیزمان همیشه در صف اول مبارزه قرار می‌گیرند. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان، قصر بنیادی سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. اینک با قدم های صفی افسران و سربازان قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه های مسلح در میدان قدم میزنند. این دو نوع قشون با نظرداشت هدف و وظیفه های یگانه سال 2005 متحد گردانیده شدند. در عین زمان قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با معاصرترین تکنیک و لوازمات حربی مجهز گردانیده شده، هیئت شخصی آن با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا
سرحدات زمینی تاجیکستان عزیز را محافظت می‌کنند. چیست استقلالیت؟ در سر منبر سر ننگ است و نام، گل شمیدن از گلستان مقام، باشد از اجداد سامانی پیام، که همین دانید عمری بر دوام. اینک کارمندان میلیسی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مرکز میدان برگزاری این چاره‌بینی قدم می‌زنند. کارمندان میلیسی هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز چون سپری با اعتماد ترتیبات جمعیتی در مبارزه علیه همه گونه ظهورات نامطلوب و بحر معتدل نگاه داشتن وضعیت داخلی مملکت نقش کلیدی می بازند. ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات نیز اشتراکچیان فعال پردهای حربی هستند. هیئت شخصی این ریاست فعالیت فوری خدمتی خود را با مقصد تأمین ترتیبات جمعیتی و پیشگیری نمودن جنایتکاری در فرودگاه و راه آهن براه مانده در حفظ بی‌خطری مسافران و یا سیاحان خارجی سهمی نمایان دارند. در مرکز میدان کورسانتان اکادمی وزارت کارهای داخلی قدم می‌زنند. این اکادمی ماه دکبر سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تشکیل یافته، آن دارای 6 فاکولتیت و 23 کافره می‌باشد و از روی 7 اختصاص متخصصان ورزیده ساحه آماده می‌نماید. این حال بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را مز ختم کنندگان این مکتب عالی تشکیل می‌دهند. حالا در میدان خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قدم می‌زنند. این خدمات یکی از جزهای ترکیبی مقامات کارهای داخلی به شما رفته. محافظت مهمترین بنا و مؤسسه های دولتی و جمعیتی، منزل های استقامتی و انشاءات های دارای اهمیت حیاتاً مهم را بر دوش دارد. در میدان خدمتچیان حربی قشون های وزارت کارهای داخلی قدم می‌زنند. قشون های داخلی یکی از شاخه های قوه های مسلح جمهوری بودند. افسران و سربازان آن بحر پایداری و آرامی و ثبات در داخل کشور، حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت و بی‌ضررگردانی گروه های متشکل جنایی وظیفه های مشخص را بر عهده دارند. قشون های داخلی مملکت در برابر دیگر ساختارهای نظامی کشور در راه بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت صاحب استقلال ما عزم قوی و نیروی شکست ناپذیر دارند. می کنم شکرانه هستی رحمانی تو، کشوری خورشیدی من نور در رنگم توی، می سرایم می ستایم من تو را با خون دل، ای وطن ای تاجیکستان ساز و آهنگم توی. تاجیکستان آری من ناموس من ننگم توی، سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم توی، تاجیکستان خاندانی بخت من ای تخت من، هفت گردون هفت اختر هفت اورنگم توی. حالا در میدان کارمندان سر ریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. هیئت شخصی این خدمات در همه شهر و نواحی مملکت در سمت نجات حیات آدمان، مال و اموال آنها از آتش، پیشگیری نمودن بنا و انشاءات گوناگون، منزل زیست شهروندان و هزارها حالت های دیگری پیشگیری از سوختار کارهای زیادی سودمند را عملی می نمایند و در سمت فعالیت صاحبی دائما مهارت و ملکه بلند نشان می دهند.
حالا در میدان یک گروه جوانان فعال اوانگارد قدم میزنند. این گروه جوانان با حس بلند وطن دوستی، صداقت و صمیمیت به دولت و ملت و اعتماد و باوری به فردای درخشان این سرزمین اجدادی در هماهنگی با کارمندان مقامات کارهای داخلی در تأمین ترتیبات جمعیتی همکاری زیش داشته، چون جوانان فعال کشور در همه چاره‌بینی های سطح جمهوریوی اشتراک فعالانه می نمایند. در پی جوانان اوانگارد این چونین شعبه های ریاست وزارت کارهای داخلی حدود شهر دوشنبه نیز در این پرد تنتنوار قدم می زنند. اینک با قدم های متنتن ریاست واحد های تعینات مخصوص میلیسی وزارت کارهای داخلی مملکت در میدان قدم می زنند. این جزی تعینات مخصوص مسئولیت بسیار وزنین و از دیگر جانب خیلی خطرناک را بر عهده داشتند. هیئت شخصی آن قریب در تمام عملیات های بی‌ضررگردانی افراد جنایت پیشه شرکت فعالانه می کنند و همه سفارش های به ذمه داشته را سری وقت و در سطح بلند اجرا می نمایند. حالا در میدان کورسانتان کالج میلیسیا قدم می زنند. کالج میلیسیا سال 2014 با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر کولاب برای تیار نمودن متخصصان مقامات کارهای داخلی تأسیس داده شد که به آن در برابر دیگر شهروندان اینچنین یتیمان و بی‌پرستاران و فرزندان کارمندان حفظ حقوق که هنگامی اجرای وظیفه های خدمتی فوتیدن به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. عین حال در میدان خدمتچیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قدم می زنند. در این پرد حربی هیئت شخصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را کارمندان دستگاه مرکزی این کمیته، ریاست و شعبه های تابع آن، دانشجویان اکادمی این نهاد قدرتی، واحد های تعینات مخصوص، خدمات کمیندنتی، راته های مخصوص گردانیده شده و دیگر جز اتام های تابع آن تشکیل می دهند. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قسم ترکیبی سیستم تأمین امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بوده. هیئت شخصی آن در دایره عهده‌داری های خدمتی بی خطری جمعیت، امنیت شخص و دولت را از تهدید خطرهای داخلی و بیرونی تأمین می نماید. خدمتچیان حربی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در همه حالت آمادگی خوبی حربی داشتند. هیئت شخصی آن برای عملیات های مهم و مخصوصا مهم سفربر کرده می شوند و همان وظیفه و عهده‌داری های پرمسئول خدمتی را سری وقت و در سطح بلند اجرا می نمایند. آفرین بر خلق تاجیک، پیشوا دارد کنون، پیشوای با دلی خلق آشنا دارد کنون. از میانی آب و آتش با سری بالا گذشت، پیشوای مردمی درد آشنا دارد کنون. پیشوا آمد به ملت، خلق تاجیک شد بلند، در میانی خلق عالم جایگاهش مستمند. منبری عالم شنیده هر تمنای ورا، هر تمنایش کشاده درد ها را بند بند. اینک به میدان افسران و سربازان کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وارد شدند. کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته امداد و نجات بوده. وظیفه های اولین درجه آن پیشگیری و آگاه کنی مردم از آفات های طبیعی و تکنگینی، رسانیدن کمک عملی به اهالی آسیب دیده و برطرف نمودن عاقبت های حالت های فوق‌العاده می باشد. تاجیکستان، آب و خاکم، آب و خاکی پاکی توست. تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می نهم در زیر پایم خاکی توست.
گرد خاکت را تبرک می نهم بالای چشم. حالا به میدان محصلین کافیدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان وارد شدند. در برابر دسته های کافیدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان همزمان در این پراد حربی استادان و دانش‌اندوزان اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نیز شرکت فعالانه می نمایند. در کافیدره حربی دانشگاه ملی تاجیکستان از روی 5 اختصاص نظامی از جمله کماندیر وزواد سواره تیرانداز در ماشین های زیره پوش، معاونان کماندیر راتا آید به کارهای سیاسی تربیوی، کماندیران وزواد رادیو علاقه، کماندیران وزواد محافظتی کیمیاوی و به حیث ترجمان های حربی افسران احتیاطی آماده می نمایند. امروز در کافیدره حربی جهت در سطح ضروری براه ماندن سطح و صفت تعلیم و تربیه دانشجویان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ختم کنندگان کافیدره حربی بعد پوره به اتمام رسانیدن برنامه های تعلیمی عهده‌دارند که خدمت حتمی حربی را در صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان به مهلت 12 ماه ادا نمایند و بعد ادای خدمت حتمی عسکری آنها با رتبه حربی لیتنانت خرد احتیاطی سرفراز گردانیده می شوند. عین حال در کافیدره دانشگاه ملی تاجیکستان نزدیک 30,000 نفر دانشجو تحصیل علم نظامی می نمایند. یکی از دستاوردهای اساسی و بزرگ جوانان در زمان استقلال دولتی این توجه پدرانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به نسل سازنده کشور به حساب می رود. به حکمت هم نیست که نسل جوان کشور سروری دولت را پیشوای جوان پرور عنوان می کنند و جمهوری تاجیکستان در میان مملکت های اتحاد دولت های مستقل نخستین کشور است که قانون درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان را قبول نموده است. جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای آینده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده، شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، و منبرها سخندانند با گفتار ارزنده. حالا به میدان محصلین کافیدره حربی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان وارد شدند. حیات دسته این کافیدره حربی را در این پراد حربی دانش‌اندوزان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، دانشکده مالیه و اقتصاد و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان هماهنگی می نمایند. کافیدره حربی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان از روی 4 سیکل عمل نموده در مرحله خاتمه‌ای جمع آمد و مشغولیت های تیاری حربی و تعلیمی دانشجویان آن در قسم های نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و پایگاه های کافیدره حربی نزد مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی به طور نظریوی و عملی گذرانیده می شوند. کافیدره حربی دانشگاه تربیه تاجیکستان افسران احتیاطی را از روی اختصاص کماندیران وزواد سواره تیرانداز در ماشین زیره پوش جنگی و سرداران آمادگی جسمانی را بهر تشکیل تعلیمات دفاعی حربی تیار می نمایند. این حال در کافیدره حربی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان زیاده از 4,000 نفر دانشجویان تحصیل علمی حربی می کنند. البته تشکیل کافیدره های حربی در نزد مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان امکان می دهد که جوانان کشور
در برابری از برنمودن اختصاصهای گوناگون، اینچنین از آموزش فنهای دقیق نظامی، استفاده سلاح و مهمات حاضر زمان جنگی و عموماً از علوم حرب و ضرب برخوردار گردند. و هنگام خدمت حتمی حربی، دانش و ملکه اندوخته خیش را در قسمهای نظامی باز هم صیقل دهند. جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند، شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند. خرافاتی و افرافی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زیراه بد بگردانند. جوانی را دلیری، زیرکی و ننگ می زیبد، اراده روحی سالم بازوی چون سند می زیبد، جسوری و فداکاری چون پیشاهند می زیبد، خودافروزی براهی دانش و فرهنگ می زیبد. در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده، جلب بیشتری آنها به کارهای جمعیتی و اداره کنی، سهم این قشر فعال جمعیت را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. این است که از روزهای نخستین استقلال دولتی، جوانان مملکت در رشد تمام ساحه‌های اقتصادی اجتماعی کشور خدمت صادقانه نمودند، در صف قواهای مسلح، حفظ سرحد دولتی، ثبات و آرامی و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهم بسیار ارزشمند داشتند. حالا مؤسسین کافدرای حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در هماهنگی با دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت در مرکز میدان قدم میزنند. کافدرای حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان از روی سه اختصاص کماندیران وزواد توچیان را تیار می نماید. دانشجویان در دوام دو سال تحصیل در این کافدرای حربی به حیث کماندیران وزواد ارتیلری ریاکتیوی، باتریه مینه انداز و وزواد ارتیلری دیویزیونی آماده کرده می شوند و بعد ختم کافدرای مذکور طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی به مدت یک سال به خدمت حربی جلب می گردند. این حال در کافدرای حربی نزدیک 4000 نفر دانشجویان تحصیل می نمایند که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آن را علت 17000 نفر ختم نمودند. در حال حاضر اکثر ختم کنندگان کافدرای حربی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در همه ساختارهای قدرتی مملکت کار و فعالیت نظررس دارند. تاجیکستان دل من، نبض دل و جان منی، تاجیکستان دل من، هستی و ایمان منی، فخرم از کوه و دمن، ثروت ناتکرارت، هر قدم منظره و باغ و گلستان منی. تاجیکستان قلب من، دنیای من، جان منی، تاجیکستان هستی و وجدان و ایمان منی، تاجیکستان مسکن نسل نو آینده ساز، تاجیکستان رشد فرهنگ نیاگان منی. اینک دانش اندوزان کافدرای حربی دانشگاه اگراری تاجیکستان در هماهنگی با دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان وارد میدان شدند. فعالیت کافدرای حربی دانشگاه اگراری تاجیکستان هنوز از سال 1965 منشأ گرفته. در آن از روی دو اختصاص نظامی، از جمله کماندیران وزواد سواره تیرانداز در ماشین های جنگی پیاده نظام و معاون کماندیران راته آید به اسلحه و تکنیکای حربی آماده کرده می شوند.
این حال در کافره حربی دانشگاه اگری تاجیکستان 4000 نفر دانشجو در 4 سیکل تحصیل می نمایند و از دوره تاسیس یابی آن را علکی 38000 نفر دانشجو ختم نموده است. عموما در جمهوری تاجیکستان 8 کافره حربی در نزد مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نمایند و در آنها از روی 11 اختصاصی به قیدگیری حربی 28700 نفر دانشجویان تحصیل علوم نظامی می نمایند. با تحکیم استقلال دولتی امروز پایگاه های مادی و تکنیکی تمام کافدره حربی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دولتی با سیمخانه های مجهز درسی، میدانچه های صف آرایی و خدم زنی، شارچه های تکتیکی و تیراندازی، مهندسی سپیاری و با دیگر شرایط معاصری آموزشی مجهز گردانیده شده، برنامه های تعلیمی دانشجویان سری وقت در سطح ضروری و طبق طلبات معیارهای حاضر زمان حربی تشکیل و براه مانده می شوند. تاجیکستان اختری رخشنده عصر نوین، تاجیکستان تو صفا بخشنده روی زمین، تاجیکستان وحدتت را لایق صد آفرین، تاجیکستان تاجیکان را تاج دنیا را نگین. حالا در میدان هیئت ذخیره های سفربری قدم میزنند. قوه های احتیاطی یا خود ذخیره های سفربری را اساساً شهروندانی تشکیل می دهند که در قید کمیساریت های حربی ولایت ها و شهر و ناحیه ها قرار دارند و در صورت تهدید خطر به دولت آنها با تکنیک های خواجگی خلق، قوه و واسطه های مادی تکنیکی و دیگر لوازماتی که برای سفربری ضرورند دعوت کرده می شوند. در صورت هجوم ناگهانی و یا تهدید خطر به دولت در همه گارنیزون های جمهوری و هر یک شهر و ناحیه های مملکت ستاد منطقه مدافعی حدودی تشکیل کرده می شود و ذخیره های سفربری وظیفه دار می گردند که تا رسیدن قوه های اساسی مدافعوی بر ضد حمله دشمن استادگری نمایند. علاوه بر این از حساب هیئت ذخیره های سفربری وزوات راته ها و بطلیان ها تأسیس داده می شوند و موافق به اختصاص های حربی آنها برای تقویت دادن نیروهای جنگی به هیئت قوه های مسلح سفربر می گردند. در دوام سال روان ضمن تشکیل یک قطار چاره‌بینی های نظامی وابسته به آموزش ذخیره های سفربری ده ها هزار نفر شهروندان اختیاری و کمیسرات های حربی محلی زیست حاضر شده آمادگی خیش را برای حمایه مرز و بوم دولت صاحب استقلال مان بیان داشتند. کنون در میدان افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافع و ستاد جنرالی قوه های مسلح جمهوری قدم می زنند. البته افسران در هر دور و زمان محک اساسی همه گونه ارتش را تشکیل می دهند. در حال حاضر فایز زیادی افسران وزارت مدافع تاجیکستان دارای معلومات عالی حربی بوده. هیئت رهبری کننده این مقامات بلندپایه قدرتی در سمت کرهگردانی و تامین صفهای دیگر ساختارهای قدرتی مملکت با افسران کسبی سهمی ارزنده دارد. اینک افسران و دانشجویان دانشکده حربی وزارت مدافع به میدان وارد شدند. دانشکده حربی
با قرار حکومت جمهوری سال 2002 در زمینه کالج عالی حربی تاجیکستان که از سال 1993 عمل میکرد تأسیس یافته است. مسائل وابسته به تأمین شرایط های همجانبه این مؤسسه عالی تعلیمی حربی دائما در پرتو توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد، زیرا باری گران آماده سازی افسران کسبی یا خود کادرهای ملی برای ارتش جوان تاجیکستان بر دوش این دانشکده واگذار است. عین حال در دانشکده حربی از روی 18 اختصاص نظامی افسران کسبی آماده کرده می شوند. حالا به میدان افسران اگنتی نظارت دولتی مالیاتی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان وارد شدند. این مقامات از روزهای اولی تشکیل یابی در تمام شاخه های حاکمیت دولتی در سمت عملی سازی سیاست دولتی وابسته به امنیت اقتصادی کشور سهمی نظر رس دارند. حالا در میدان کارمندان خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم می زنند. اجراچیان خدمات مذکور در مدت فعالیت خود بهر تطبیق سیاست دولتی در سمت رشد استحصال اجرا، حمایت و برقرار نمودن حقوق پایمال گردیده مقامات دولتی، شهروندان و شخصان واقعی و جامعه کارهای زیاد و نظررسی را انجام می دهند. کنون در میدان کارمندان مقامات انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم می زنند. هیئت کارمندان مقامات انداز کشور طی 30 سال دوران استقلال دولتی از هر جانب رشد و نمو کرده، آن به یکی از نهادهای بانفوذ مملکت تبدیل یافته است و در همه سمت‌های فعالیتی صاحبی کارهای نظررس را انجام می‌دهد. در مرکز میدان افسران و سربازان بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان قدم می‌زنند. حیات شخصی این بریگاد وظیفه های بسیار مهم و مسئولیتناک را اجرا نموده، حفظ و پاسبانی همه مؤسسه های اصلاحی این سرریاست بر دوش آنها واگذار است. کنون افسران اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز میدان قدم میزنند. جهد و تلاش های این اگنتی بهر عملی نمودن سیاست دولتی در سمت نظارت، مبارزه و معاملات غیر قانونی واسطه های نشئه‌دار، پیشگیری نمودن نشئه‌مندی و هماهنگسازی فعالیت تشکیلات های جمعیتی و سازمان های بین المللی بسیار نظررس می باشد. در مرکز میدان کارمندان پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان در هیئت دو دسته قدم می زنند. فعالیت این مقامات از نظارت اجرای قانون ها، تأمین ولایت قانون، تحکیم قانونیت، حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروند، اینچنین منفعت های دولت و جامعه عبارت بوده، در مملکت فضای یگانه حقوقی را فراهم می آورند. در مرکز میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدم می زنند. هیئت شخصی این خدمات در تمام قلمرو جمهوری فعالیت پرثمر داشته، وابسته به وظیفه و عهده‌داری های صاحبی کارهای بسیار نظررس را عملی می نمایند و در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیر قانونی به تاجیکستان نقش کلیدی می بازند. در مرکز میدان خدمتچیان حربی قشون های سرحدی قدم می زنند. در این پرد حربی هیئت شخصی این جزء ترکیبی قوه های مسلح را، خدمتچیان حربی این نهاد قدرتی، استادان و دانشجویان دانشکده عالی سرحدی و افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دیدند. متخصصان ساحلی یا خود افسران کسبی برای پرگردانی جزء و تام‌های خشونهای سرحدی اساساً در دانشکده عالی سرحدی مملکت و بیرون از کشور آماده کرده می‌شوند. علاوه بر این در فعالیت این شاخه قوه‌های مسلح مکتب پراپرشیکی و مرکزهای تعلیمی نیز عمل می‌کنند که از حساب سربازان متخصصان خرد نظامی سرحدی آماده می‌گردند. با مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی و تشکیل کار و فعالیت قشون‌های سرحدی از جانب پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح
генерали ارتش امام علی رحمان غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. در عین زمان جوز و تامهای قشنهای سرحدی با مسئولیتی بلند از وطن و وطنداری قادرند مرزهای دولتی تاجکستان محبوب را پر نظارت و محافظت نمایند. هر کسی از دوستی مهمان خلق ما شود، دوستی و راستی را زین چمن جویا شود. دوستان را جا همیشه دیده و دلها شود، قدری او در نزد خلقم باز هم بالا شود. پاسبانی سرحدی گلدسته تقدیمش کند، دست گل با دوستی پیوسته تقدیمش کند. هر کسی با چشم بد سازد به سوی ما نظر، یا که خواهد ذره ای آرد به ملک ما ضرر. می شود از دست سرحدبان ما بی بال و پر، هستی هر یک فتنه جو را می کند زیر و زبر. چون که اینجا پاسبان تاجیک پسر استاده است، جان خود را کرده در سرحد سپر استاده است. چاره‌بینی وارد شدند که آنها در تن با سر و لباس های نظامی که نشانه یا خود تجسمگر سه نوع های قوه های مسلح جمهوری تاجکستان است، گذشت نظامی دایر می نمایند. باز هم شکرانه یزدان و مردان اصیل، بحر صلح پای بر جا قهرمانی کرده ان، گردن نومیدی صد ساله را بشکسته ان، بحر خاک پاک کشور جان فشانی کرده ان. ارکستری حربی متحده عبارت از 200 نفر است. امروز در این پراد از جانب هیئت شخصی ارکستری حربی مجموعه سازهای نفسی بستگاران شناخته تاجیک، زاکرجان نشانوف، فاضل صالیف، شادمان پولادی، رستم صادق و دیگر که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به آهنگ درآورده شدند، سین گذشتی نظامی صدا دادند. با مناسبت جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکزهای ماموری تمام ولایت ها و هر یک شهر و ناحیه های جمهوری نیز با جلب قسم واحد های نظامی قوه های مسلح، جزء تام های ساختارهای قدرتی
مقامات حفظ حقوق کشور و هیئت ذخیره های سفربری پردهای حربی دایی شدند که شماره اشتراکچیان آن را مجموعاً زیاده از 162 هزار نفر تشکیل می‌دهند.